سلام و وقت بر شما بخیر. با سرویس خبری ساعت 5 از شمشاد خوش آمدید. امروز پنجشنبه 3 سرطان سال 1401 هجری خورشیدی که برابر می شود با 21 جولای سال 2022 میلادی. آغازم با سرخط خبرها. تلاش ها برای بدنامی امارت اسلامی به بهانه القاعده و داعش. نشر گزارش های اخیر جهانی تعامل امارت اسلامی را با جهان دشوار می سازد. امضای توافقنامه یک جانبه میان کابل و اسلام آباد. پاکستان آزاد اما برای افغانستان قید زمانی تعیین شده. و ملاقات رئیس جمهور آمریکا با رقیب چینیش تا پایان ماه روان. با تفصیل خبرها با من شکریا نیازی خوش آمدید. امارت اسلامی میگوید که به بهانه القاعده و داعش برای بدنامی آن تلاش صورت میگیرد. ادعای سازمان ملل که در آن از افزایش فعالیت داعش و باز شدن مرکز القاعده در شمال کشور یادآوری شده، امارت اسلامی آن را شایعات خوانده است. آگاهان میگویند که این گونه گزارش های سازمان ملل تعامل امارت اسلامی را با جهان سخت‌تر میسازد و همین باعث می شود که افغانستان در تحریم های جهانی باقی بماند. ملل متحد در گزارش سالانه خود ادعا کرده است که ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده هنوز هم زنده است. در این گزارش گفته شده که القاعده با طالبان روابط نزدیک دارد و این شبکه می‌خواهد که مرکز خود را در شمال افغانستان باز نماید. در این گزارش روابط میان القاعده و طالبان نیرومند توصیف شده، اما امارت اسلامی می‌گوید که همه اینها شایعات است و این گونه گزارشات حقیقت ندارد. داسی راپورونه راسی ادعاوی هغه اقدمندانه حدسی دیسی دلتا افغانستان که دو کسانو لخواه دو جناهو لخواه چه خطر سرکیش دلتا پا افغانستان که اسلامی امارت پا اولاندی ماتی خوله دی او اس داسی پروپاگاند یا داسی بی اسناد و بی شواهد و الگانی کوی. طالبان تنها در این اواخر بر چندین مرکز داعش در شمال کشور عملیات را انجام داد، اما هیچ گونه عملیات بر ضد گروه های مرتبط به القاعده در چند ماه گذشته انجام نشده است. آگاهان میگویند که گزارش ملل متحد بدور از حقیقت است و نشر این گونه گزارشات به معنی تضعیف افغانستان می باشد. ملګر ملتونو دغه راپورونه زموږ د خلکو دغه فیلی سیاسی و اقتصادی وضعیت شده دا نور هم کرکیچن کوي دغه تحریمونه چې په افغانستان په اسلامي امارت دي دا شاید اوږده سي او همداسې زموږ کنګل شوې پیسې راخلاصې نه سي چې دا به یو بشري ناورین نولي. هیله من یو چې د ملګري ملتونه د یو بېطرفه سازمان په توګه خپل رغنده رول د افغانستان په اوسني حالت کې ولوبوي. در این گزارش گفته شده که القاعده در یک موقف خوب قرار دارد و به خاطر اینکه حاکمیت امارت اسلامی زیر سوال نرود، در حال حاضر آماده حمله به کشورهای دیگر نیست. اما فعالیت‌های داعش در شمال کشور از لحاظ سیاسی ملموس است و این گروه دوبار ادعا کرده که بالای تاجیکستان و ازبکستان حملات راکتی را انجام داده است. در افغانستان در بد امنیتی حالات سبب گرزیدله چه داخلی او خارجی ترورستان په افغانستان کې خپل د فعالیت ساحه پراخه کړي. په دې اساس باندې د منطقې او د جهان لیدلوري د افغانستان په مورد منفي تغییرات په قبال کې ولري. به شمول ملل متحد، جامعه جهانی نیز درباره داعش و القاعده در افغانستان نگرانی جدی دارد، اما به تازگی ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع گفته است که از خاک کشور بر ضد هیچ کس استفاده نخواهد شد. کابل یک توافقنامه یک جانبه را با اسلام آباد امضا کرده است. در توافقنامه جدید تجارتی آمده که پاکستان بدون کدام قید زمانی می تواند اموال خود را به افغانستان صادر نماید، اما برای صادرات افغانستان قید زمانی تعیین گردیده است. آگاهان نیز به گونه انتقادآمیز میگویند که در این توافق تعادل مد نظر گرفته نشده است.
کابل بدون کدام قید زمانی درباره واردات اموال پاکستانی توافق نموده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان با هیئت پاکستانی توافق 15 ماده‌ای را امضا کرده است که طبق ماده دوم آن برای پاکستان بدون قید زمانی حق داده شده تا اموال خود را به افغانستان صادر نماید، اما برای افغانستان در حق صادر کردن اموال تجارتی به اسلام آباد قید زمانی تعیین شده است. با منظور انتقال مواد تجارتی هر دو جانب به این نتیجه رسیدند که پاکستان مواد ترانزیتی را که از طریق خاک آنها به افغانستان داخل می گردد هیچ قید زمانی وضع نمی کند. همزمان با این افغانستان هم مدت انتقال مواد خود را از طریق خاک پاکستان از 5 روز به 8 روز افزایش داد. هر دو جانب به موافقه رسیدند که با آغاز ماه آگوست سال روان لاری های باربری هر دو کشور به طور آزادانه در داخل شهرهای آن گشت و گذار نمایند. در توافقنامه امضا شده میان افغانستان و پاکستان درباره ایجاد سهولت های ترانزیتی تجارتی، اتصال منطقوی، توزیع ویزا برای اتباع هر دو کشور و رفت و آمد بس های مسافربری در آن توافق صورت گرفته است. توافق صورت گرفت که هر دو کشور در پایان ماه آگوست به شکل امتحانی خدمات انتقال مسافرین را توسط بس‌های مسافربری آغاز می‌کنند. در اوایل از دو اراده بس مجهز و شهری استفاده صورت خواهد گرفت که بعد از 15 روز هر دو جانب این رقم را به 5 اراده افزایش خواهد داد. با گذشت یک ماه هر دو کشور ارزیابی دقیق این خدمات را انجام خواهند داد تا به هدف انجام امر یاد شده تعداد بس‌ها مشخص گردد. درباره این توافق انتقاد نیز صورت گرفته که در آن تعادل مد نظر گرفته نشده و این امر نتایج خوبی را در بخش تجارتی کشور نخواهد داشت. د دغو پریکړو ډیری موارد د دواړو هیوادونو په ګټه دي، اما ځینې موارد یې بیا تر ډیره بریده یو اړخیز دي. په هغه کې مثلا د ترانزیت تعادل دا یو هغه بحث دی چې ډیر پیچلی دی، چې د ترانزیت د تعادل نه دوی هدف څه دی. د غلام خان او ډنډ پټان د بندرونو د ساعتونو زیاتول د ضرورت مطابق دا بله هغه موضوع ده چې ګونګوالی لري او لازمه ده چې په دغه برخه کې څیړنه وشي او یو معلومات له ولس سره شریک شي. در این توافق همچنان آمده که در گمرکات پاکستانی طی مراحل مواد نیز به زودی صورت خواهد گرفت که در وقت کم و حساس از بین می رود. در این حال طرف پاکستانی توافق نموده که تا امضای این توافقنامه جدید به قرارداد ابتا 2010 نیز متعهد خواهد ماند. قابل ذکر است که طبق توافق ابتا 2010 برای افغانستان اجازه ترانزیت داده شده تا از بندر گوادر و کراچی پاکستان اموال وارد نماید. امارت اسلامی میگوید خاکشان بر ضد هیچ کس استفاده نخواهد شد. با گفته مسئولین امنیتی در این اواخر به شمول مرکز کابل در شماری از ولایت‌های کشور عملیات موفقانه ای را ضد گروه‌های مسلحانه انجام داده و آنها را از بین بردند. مسئولین میگویند به هیچ کس اجازه خراب شدن وضعیت را نمی‌دهند و عملیات خود را بر ضد گروه‌های تروریستی ادامه خواهند داد. د بیلګې په ډول د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د اسلامي امارت ځواکونو عملیات ترسره کړل. هغه عناصر له منځه لاړل او یا ونیول سول چې څه موده وړاندې د ازبکستان او د تاجکستان پر لور باندې د افغانستان له خاورې څخه د مرمیو د فایر هڅه کړې وه. همدارنګه ځینې نور هغه عناصر چې په هیوادوالو باندې د بمی چاودنو یا هم د نورو تلفاتو تړولو هڅې کولې په کابل ښار او یا په نورو سیمو کې د اسلامي امارت ځواکونو عملیاتو له لورې څخه نیولې. زلزله ها در تمام کشور، الخصوص در ولایت های جنوب شرقی، نگرانی های زیاد را به بار آورده که این زمین لرزه ها به علت رخ نمی دهند. جیولوژیستان میگویند که دوام زلزله ها در گیان و زیروک به دلیل ضعیف شدن پالت های زیر زمین است که جای آن را پالت های نیرومند میگیرد. زمین شناسان پیشنهاد میدهند که به این مناطق زلزله ها باید تیم های مجرب جواد و جیولوژیست ها فرستاده شوند تا عوامل آن را از نزدیک شناسایی کنند.
زلزله های دوامدار در جنوب شرق کشور برای مردم نگرانی ها را به میان آورده است. این زلزله ها در ولایت های پکتیکا و خوست برای مردم خسارات هنگفت مالی و جانی را نیز وارد کرده است و از یک ماه بدین سو در این ولایات تکان های ضعیف و دوامدار احساس می شود. در زلزله سپوراتک سرا یو دست ویرون که غگر ازی پو دیوی خانه غگر روان وی چه دیر شور و زوگ وی پکی در اغیه و روست چه یو دو سیکنت و روست چه ورت کرار شن زلزله را ورسی گی زلزله را ورسته چه دزمک سخی گردون پورتکوله و شگی پورتکوله بل رکم تا لرزاوه و بل رکم تا ویره و خلق طول کرونه و وطل پو منده شو. بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، در دو روز گذشته در ولسوالی های گیان و زیروک پکتیکا و سپیره خوست 40 بار تکان زلزله حس گردیده است. جیولوژیستان می گویند که افغانستان دارنده حوادث طبیعی است و زلزله های اخیر را از زمین لرزه های تکتونیکی می شمارند و نیز می افزایند که در قسمت تحتانی توته یا پلیت های زمین، پلیت های ضعیف پلیت های نیرومند را محو می سازند که در نتیجه آن زلزله و تکان های دوامدار به میان می آید. دزمکی لاندې کوم قشرونه یا دزمکی لاندې کوم ټوټې پلیټونه چې دي دا خوېږي د هغو انرژي د افراز په نتیجه کې چې یوه برخه یا یو پلیټ د بل برخه ټیله کوي او هغه د خپلې ټیله شوې برخې کې خپل ځان ته ځای پیدا کوي نو د دغو څپو د رامنځته کېدو له وجې نه دغه زلزلې منځته راځي. بر اساس معلومات همه ساله در حدود 50,000 زلزله در جهان رخ می دهد که در آن زلزله های ضعیف و نیرومند شامل می باشند. باور این است که هنگام زلزله در ولایات جنوب شرق صداهای خوفناک نیز شنیده می شود و همزمان با آن مواد درونی زمین نیز با آن اخراج می شود که قسمت ملما یا تحتانی زمین در حال برآمدن است و تردیدی وجود ندارد که مواد دیگر نیز از آن بیرون نشوند. ځکه کوم ساحه چې د زلزلې له امله تخریب شوې وي لکه همدا اوس په رسنیو کې ویل کېږي د پکتیکا په زیری ولسوالۍ کې د زلزلې په ساحه کې یو ډول مواد راوتلي دي د ډیزلو په شکل یا د نورو مایعو په شکل باندې دا هغه د ځمکې د مګما برخه پاس د راوتو په حالت کې ده چې له دې سره کیدای شي نور د ځمکې لاندې ذخایر هم د باندې راووزي. جیولوژیست ها می گویند که بر اساس سروی USGS در این نقاط امکان برآمدن والکان ها نیز وجود دارد و هر لحظه تکان های زلزله های دیگر نیز در آن حس می شود. زمکی لندی مختلف فالتون اشته ده چه میجر فالت ده اوی ده سپیری و لسواله نشروع کی گی تر ده گیان و لسواله سختیری گی ده فالتون یا شکستون د زلزلې دراتک قوی لامل کې دی شی او همدارنګ په USGS سروې لمخې د غلط ډورمنت ولکان هم خود شوی دا چې هغه ولکان ډیر مدفس پوران کوي معمولا دغه ساحې ډیر خطرناکې زکوي یو خوا د ولکانونو خطر وي بل خوا شیبه په شیبه د زلزلو ټکانونو جریان لري. در همین حال برخی از ویدیوها در شبکه‌های مجازی نیز دست به دست می‌گردد که پس از زلزله در ولسوالی زیروک درزهای زمین در آن دیده می‌شود و یک نوامای نیز از آن بیرون شده است. این زلزله‌ها و باران‌های دوامدار نگرانی‌ها را به میان آورده که این نقاط بیشتر رطوبت دیده و امکان خطرات لغزش زمین نیز در آن بیشتر است. خواسته ها این است تا جیولوژیستان مجرب با استفاده از وسایل پیشرفته باید علت های تکان زلزله های نیرومند و ضعیف در خوست و پکتیکا را معلوم نمایند تا از خطرات آینده آن جلوگیری گردد. از سوی دیگر کمک های با مناطق آسیب زدگان زلزله های پسین در کشور صورت گرفت. اداره هواشناسی می گوید ولایت های جنوب و جنوب شرق کشور با تهدید زمین لرزه ها همراه است. این اداره از مردم خواسته که تدابیر لازمشان را قبل از وقوع سیلاب‌ها و زمین لرزه‌ها بگیرند و به مناطق امن بروند. شرف الدین مسلم رئیس اداره هواشناسی میگوید با منظور جلوگیری از سیلاب‌ها و گرفتن تدابیر در ولایات یاد شده کشور با مسئولین این ولایت صحبت نموده و با منظور آگاهی عامه تیم‌هایشان را به ساحه فرستادند. در پهلوی رساندن کمک ها با سیب زدگان زمین لرزه ها
در مورد خطرات این حوادث به مردم آگاهی آمن نیز داده شده است. اداره هواشناسی از باشندگان مناطقی که با خطرات زمین لرزه ها مواجهند خواسته که اموال و اعضای خانوادهشان را به مناطق امن منتقل نمایند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که در یک هفته گذشته در 14 ولایت کشور با آسیب زدگان زمین لرزه ها کمک های نقدی، خوراکی، غیر خوراکی و سرپناه نیز صورت گرفته است. یو لک افغانی او هر ټپی ته 50,000 نقد افغانی او 40,000 زیانمن شوی کورنوی ته خوراکي مواد او خوراکي توکي او د سرپناه دا ورسول دي. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که در ارتباط به میان آمدن سیلاب ها در این مناطق با مسئولین و مردم عام این ولایت نیز صحبت نمودند. د ولایتونو په کچه له مسئولینو سره شریکه شوې ده. خوراکي او غیر خوراکي مرستې انتقال شوې دي تر څو زیانمن شوو کورنیو سره بیړنۍ مرسته تر خپل وخته. در عین حال اداره هواشناسی پیش بینی کرده که هفته آینده در ولایت جنوب و جنوب شرقی بارش های شدید رخ می دهد که همزمان با آن سیلاب ها نیز سرازیر خواهد شد. سی مشترک داداشته برای ولایت شرقی و جنوب شرقی افغانستان می باشد که ولایت پکتیا و پکتیکا خوست لوگر ننگرهار کنر نورستان و قسمان ولایت لغمان ندربر می گرد. این اداره در حال این پیشبینی را نموده که در دو هفته گذشته سیلاب های پسین در 15 ولایت کشور هزاران خانه مسکونی را تخریب، صدها تن را کشته و زخمی و نیز هزاران هکتار زمین های زراعتی را از بین برده است. سرپرست وزارت امر بالمعروف می گوید که مبارزه 20 ساله مسلحانه آنان برای تحکیم نظام اسلامی بود و در این بخش هیچ گونه فشار جهانی را قبول نخواهند کرد. خالد حنفی بر نهادهای حقوق بشری آمریکا و کشورهای دیگر انتقاد کرده که در امور داخلی افغانها مداخله می کنند و عملی شدن احکام الهی را به معنای محدودیت ها می شمارند. در همین حال حنفی از شمار اعضای امارت اسلامی نیز انتقاد کرده که فرمان امیرالمومنین را در پیوند به ماندن موهای دراز عملی نکردند. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف در جریان سفر به پکتیا درباره فعالیت های شمار از نهادهای حقوق بشری آمریکا و کشورهای دیگر انتقاد نمود که در امورات داخلی افغان ها مداخله می نمایند. حنفی می گوید که مبارزه مسلحانه 20 ساله آنان برای نظام اسلامی بود، اما آمریکا برخی از کشورها و حقوق بشری عملی کردن احکام الهی را به معنای محدودیت می شمارند. هغه امریکایانو چې عهد او پیمان کړی و، میثاق کړی و چې مداخله به نه کوو، لاسوهنه تر ننه پورې جاری او ساری ده. حنفی میگوید که اگر جهانیان هر قدر بالایشان فشار بیاورد، آنان از عملی کردن احکام الهی و نظام شریعت اسلامی دست نخواهند کشید. زمون جنب او زمون حیات د اسلام د پاره او د نظام قرآنی قانون د پاره. کنړیوال دا وایي چې مونږ دا فشار واچو، دوی به خپل دریز نه یو ګام به شاته کیږي. زه په جمله قسمیه تاسو ته وایم که یو رګ کې سا وي د اسلام یو رکن نه مونږ نه تیرېږي. در این حال سرپرست وزارت امر به معروف بر شماری از اعضای امارت نیز انتقاد می کنند که فرمان امیرالمومنین را در پیوند به ماندن موهای دراز عملی نکرده است. دری کال او شده دری کال در امیرالمومنین حفظه الله تبارک و تعالی. یه طرف نه فرامین ابلاغ شده و مجاهدین و در پارچه تاسو چنی آغا شرعی چنی پریده میعیار سلاسه لیمه و جمعه و افرافه. سرپرست وزارت یاد شده از ارگانهای امنیتی خواسته که در مورد عملی سازی فرمانها با این اداره همکاری نماید تا در اصلاح جامعه تغییرات مثبت به میان آید. تدابیر لازم به منظور مهار و جلوگیری از گسترش بیماری کولرا در کندوز اتخاذ گردید. یک وارد 100 بستری برای بیماران مصاب کولرا در شفاخانه حوزوی کندوز افتتاح شد که مجهز با وسایل طبی، ادویه و پرسنل صحی می باشد.
بانک تا هنوز واقعه مثبت کولرا در کندز به ثبت نرسیده، اما رئیس ساعت عامه این ولایت از قبل برای آن پرسونل استخدام و تدابیر الزامی را اتخاذ کرده است. بیماران وجود ندارند و گلها در چپرکت‌های خالی گذاشته شده است. بعد از کرونا، کولرا یکی از بیماری‌های کشنده است که سطح آن به شدت در بسیاری از ولایات در حال گسترش بوده، اما تا این دم در کندز رویداد مثبت آن به ثبت نرسیده است. تدابیر لازم برای جلوگیری این بیماری در کندز اتخاذ شده و یک وارد یا بخش 100 بستر در شفاخانه حوزوی این ولایت افتتاح گردید. در مراسم افتتاح این بخش مسئولین گفتند که وسایل طبی مجهز، آمبولانس های سیار و پرسنل مکمل را در اختیار داشته و روزانه ظرفیت تداوی 200 بیمار را دارند. وارد یا شانگ دی کولرا من پا کندوز که شاید دفتتای است. پدی آخر رو که سمنگان اولاد چیز منگ همسای اولاد در مثبت پیخی مندل شویدیم. او دې لپاره چې تدابیر باید موږ ونیسو، مخکې د وخت نه مخکې د واقعې نه باید موږ تدابیر ولرو. د خوشبختانه خدای دې موږ کړه که چیرې داسې واقعات په کندز کې رامنځته شي، نو موږ شاید دې موږ به آماده استو په ټولو امکاناتو سره چې هغه محو کړو. تاسو کې دوه کسان دوه څلوېښت کسانو خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ، نو همدا مو اړینو ګڼله چې د کندز په ولایت کې موږ یو ځانګړې څانګه د کولرا په نامه افتتاح کړو. والی کندز که در افتتاحی این بخش 100 بستری اشتراک داشت، به دکتران توصیه نمود که در تداوی بیماران از تمام امکانات استفاده نمایند. نور ولایتو که سویدی، منگ رئیس صاحب دکتر صاحبان دوی مخی لمخ که دقا تدابیر ورطه نیولی دی، سل بستر وات ورطه زنگره کرده ده، نخدا نخسته که کل دست مریضان پیدا کیگی، نتر دو سویم گنجایش استده. نه دا یو ډیر نیک اقدام ده. ډاکټر صاحبان نه مننه کوو د تیر خدمتونو نه، بیا هم سپارښتنه ورته دا ده چې هر قسم مریض دوی راځي، دوی تداوی باید په هغه وخت سره وکړي. تر اوسه دغه پیښې نه دي ثبت شوي، که خدای نخواسته بیا هم داسې پیښې ثبت شوې، نو دوی په وخت ورته رسیدګي وکړي. دکتران می گویند که بیماری کولرا چند برابر خطرناک و کشنده تر از بیماری کرونا است و به خانواده ها نیز توصیه می نماید که از خوراکی ها و آبهای پاک استفاده نمایند. آنان می افزایند که در صورت آشکار شدن علائم این بیماری در شخص، باید آن را به زودترین فرصت به مراکز صحی انتقال داد. به خاطر جلوگیری وقایع مرض بسیار زیاد مهم است. زیادتر گفته قبل از مدفوع، فعل مدفوع و بعد از آن و قبل از غذا خوردن باید همیشه دست‌ها و دهن روی یاب باید مکمل با صابون عین مانند وقایع کرونا که بود بیام شود. در سه ماه گذشته فعالیت های صحی بیشمار در کنداز صورت گرفته و بنابر همین فعالیت ها رئیس صحت عامه از سوی مقام ولایت تقدیر و مردم نیز از کار کرده او با اهدای گلها و دستار میرویس نیکه از او قدردانی کردند. از روختون ده مجاز امبولانسون ده، شکر الحمدلله مجاز دکتران ده دلده پیاوری دکتران ده خدمت که او دقه جور سو منگه شکر الحمدلله ده منگه تشویش و سفیل حاله رفت. ده کندز صحت عامه ده مسئولین نه مننه که او خوشحاله و چی وقت سر مریضان و داس مرزونو مخنیوی لپاره تدابیر نیسه. تاسو ته بهتره معلومه ده د جنوبي ولایتونو کې د کولرا مرض ډېر صراحت کړی دی. په دې اساس باندې د صحت عامې رئیس او والي صاحب په دې هڅو هاند باندې په کندز کې هم اصل بسرې د روغتون فعال کړو چې د کندز ولایت د مظلوم ملت د کولرا مرض څخه په امن کې وي. هزاران تن در سراسر کشور به کولرا مصاب و ده ها تن نیز تا این دم از این بیماری جان باختند. این بیماری به کودکان، زنان و کهنسالان زودتر منتقل می‌گردد. در این حال رئیس صحت عامه کندز میگوید که برای وقایع این بیماری تدابیر لازم را گرفتند و اگر بیماران ولایات همجوار نیز به این شفاخانه مراجعه نمایند، این مرکز صحی ظرفیت تداوی آنان را داراست. سرتیفیکت معتبر جهانی برای ورزشکاران تکواندو در ولایت هرات توزیع شد. ورزشکاران میگویند که برای گرفتن این سرتیفیکت ها از 1.5 سال به این سو منتظر بودند و امروز آن را به دست آوردند. رئیس فدراسیون تکواندوی هرات میگوید که نسبت به سال گذشته در شمار ورزشکارانی که به مسابقات بیرونی فرستاده می شدند کاهش دیده می شود.
ورزشکاران تکواندوی هرات بعد از 1.5 سال تأخیر سند معتبر جهانی را به دست آوردند که همزمان با آن عضویت در مسابقات جهانی را نیز کسب نمودند. رئیس فدراسیون تکواندوی هرات می افزاید که بعد از تحولات در بخش تکواندو مشکلات زیاد به وجود آمده و وی می گوید که در سالهای گذشته 8 الی 10 بازیکن برای مسابقات به بیرون از کشور فرستاده می شدند، اما در حال حاضر 2 یا 3 ورزشکار به سختی می توانند که در مسابقات خارجی اشتراک نمایند. در گذشته ما در هر سفر خارجی که داشتیم نظر به بودجه وافر که در حکومت گذشته بود به هر تیم ما کامل در اونجا سفر میکرد، ولی حال متاسفانه سفرها هم سفرها هست ولی امکانات مالی کمتر است، تعداد کمتر از قهرمانان فرستاده میشه. اگر خواستشون واضح تر به یک مثال بگم، ما در گذشته یک تیم 8 نفره را در مسابقات کشورهای اسلامی روان میکردیم، ولی امسال که مسابقات کشورهای اسلامی تا 1 ماه دیگه قرار است برگزار بشه ما 3 نفر از تکواندو افغانستان میتونیم بفرستیم. ورزشکاران نیز از مشکلات موجوده در این زمینه شکایت دارند و می افزایند اگر از آنان حمایت صورت گیرد افتخارات زیاد را به کشور خواهد آورد. با همین امکانات کم، با همین بالاخره وضعیت بدی که ما داریم فعلا قرار داریم، ما توانستیم همچین دستاوردهای کسب کنیم و اگر برای ما امکانات بیشتر و توجه بیشتر بشه ما قول می‌دهیم که بتوانیم خیلی دستاوردهای بیشتر از این داشته باشیم. ارزش کم شده، بازیکن‌ها خودمون کلب داریم، مثلا شاگردامون از اول کرده خیلی کم شدن. مسئولین ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات با ورزشکاران اطمینان می‌دهد که ورزش از سیاست دور است و حالا شرایط المپیک جهانی را نیز تکمیل نمودند. با آمدن وضعیت سیاسی وضعیت ورزش هم شاید مردم فکر کردن که غیر نرمال شده، ولی ما اطمینان میدیم به مردم که ما در رکاب جهانی هم اصول و معیارهای بین المللی در تمام رشته‌ها، خصوصا رشته تکواندو که یکی از رشته‌های المپیکی و پردستاورد در هرات است، ان شاء الله حمایت میکنیم و آینده درخشان برای تمام ورزشکاران فدراسیون های مختلف ورزشی هرات، خصوصا فدراسیون تکواندو و ورزشکارای تکواندو کار ما در آینده میبینیم. تکواندو در کشور از جمله ورزش های است که همیش در میدان های جهانی افتخارات را کسب نموده، اما اکنون به دلیل موجودیت مشکلات در این زمینه بسیاری از ورزشکاران این بخش از این ورزش دور مانده اند. سپاسگزارم از توجهتان به خبرهای این ساعت. وقت بر شما خوش. خداوند نگهدار.